سلام دوستان، وقت بخیر. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و یک شنبه بسیار خوب و عالی رو سپری کرده باشیم. خب همونجوری که قول داده بودیم، امشب در خدمت خانم ها سرکار خانم ژینا نیکبین هستیم با تازه های اخبار روز آمریکا، ایران و باقی نقاط دنیا، و همچنین در خدمت سرکار خانم لیدا اسدی هستیم، وکیل و حقوقدان از ایران. امیدوارم که این برنامه رو ببینین، لذت ببرین، کیف کنید و ما بی صبرانه منتظر هستیم تا سرکار خانم نیکبین در لایو رادیو وی آی پی به ما بپیوندن. البته جا داره که من همینجا در همین لحظه فوت جناب آقای محمد علی کشاورز، استاد محمد علی کشاورز رو هم تسلیت بگم به نوبه خودمون از طرف همه دوستان، عزیزان و همکاران در رادیو صدای ایدئال فارسی. سلام خانم نیکبین، وقت شما بخیر. احوال شما؟ خوب هستین شما؟ خوبم، مرسی، خدا رو شکر. چه خبر از اخبار روز دنیا خانم نیکبین؟ اخبار روز دنیا که از کجا شروع بکنیم؟ بهتره که از خود آمریکا شروع بکنیم که قلب تپنده بیشترین اخبار در دنیا است در این روزها. خب الان که همه خبر دارن، خودتونم خبر دارین و هفته پیش هم حرف زدین، همون تظاهرات جان سیاه‌پوست مهمه در آمریکا، در کانادا، در لندن، در پاریس، در همه جای دنیا هنوز داره اتفاق میفته. بله. و اتفاقی که در آمریکا داره میفته فعلا الان داره به جهت مثبتی میره. چند تا قانونا رو عوض کردن، الان دیگه پلیسا در چند شهرهای مختلف آمریکا دیگه نمیتونن راه نفس کشیدن یک کسی رو مسدود بکنن تا بتونن دستگیرش بکنن. این نوع قانونا رو دارن بالاخره عوض میکنن. ولی سه جالبی که برای من بود که داشتم میدیدم اینه که اتفاقا دو روز پیش در آتلانتا یک مرد سیاه‌پوست دیگه بر اساس پلیس کشته شد. اختره اینکه مثل اینکه این آقا داشتن مثلا از یه پسر 27 ساله که یه دختر 6 ساله هم داره که تولد دخترش هم همون این شنبه قرار بود اجرا بشه و فکرونم پلیس رو دیده، ترسیده بوده و داشته ازشون فرار میکرده و پلیس به اون شلیک کردن و کشتنش. و دوباره مردم در آتلانتا آمدن و گفتن که چرا باید پلیس این توانایی رو داشته باشه که بتونه به یکی که داره میدوه شلیک کنه، بعد فقط بگیرنش و ببینن اصلا آیا کاری کرده، انجام داده که غیر قانونی بوده یا نه. خب من اول از همه سه تا سلام باید عرض بکنم خدمت سرکار خانم تحمینه میلانی، خیلی افتخار دادین، خدمت سرکار خانم مریم میلانی و خانم افسون و باقی عزیزانی که به ما پیوستن و سرکار خانم اسدی. و اینکه من در ادامه باید عرض بکنم که خب پلیس امریکا مثل که دست به کشتارش کلن خیلی خوب شده، یعنی اینکه هر کسی که جرم میخورد خیلی دست به تیرشون خیلی عالی شده و خیلی به راحتی هم انگار این کار رو انجام میدن. آخه مشکل از اونجا ببخشید. ولی مشکل از اونجا شروع میشه که بالاخره همه گفتن بخاطر اینکه جوری که دارن پلیس رو تربیت میکنن در آمریکا با بقیه جهان خیلی فرق داره، از این نظر که اینجا به پلیس میگن که اول جون خودت مهمه، اول باید بتونی از خودت محافظت بکنی و بعد یعنی اگر مثلا فکر میکنی شاید یک کسی تو ماشین نشسته و اگر مثلا تفنگ داره، یعنی میگن یعنی بهشون میگن که بعد به بدترین شرایط فکر کنین نه به مثلا بهترین. برای همونه که مثلا حدودا فکر کنم یک سال و نیم پیش بودش که یک خانواده در ماشینشون نشسته بودن، زن و شوهر جلو و یه پسر 3-4 ساله پشت و وقتی که پلیس فقط داشتن رانندگی میکردن، پلیس گفتش که مثلا بزنین کنار، اومده که مثلا چک بکنه ببینه مثلا چه بدونم لایسنس تو بده ببینم چیه، و وقتی که اون شوهرش اون مرد یه مرد سیاه‌پوست رفتش که از توی صندوق لایسنسش رو برداره و به پلیس نشون بده، پلیس فکر کرد که داشته یه تفنگ برمی‌داره و 7 گلوله در 5 ثانیه به این انسان شلیک کردن. ماشاءالله اگر کلت یوزی هم باشه میتونه انقدر سریع عمل بکنه. همین این
اتفاقی که میفته همه میگن که باید تربیت پلیس رو عوض کرد. خب پس خیلی جالب شده شرایط به این هم به این واسطه که خب به واسطه اتفاقاتی که تو امریکا افتاده خب خیلی مسائل مختلفی هم آقای دونالد ترامپ لحاظ کردن در این رابطه، از جمله همین داستان محدودیت‌ها که الان به شکل خیلی افتضاح‌تری داره شکل می‌گیره گویا در بر علیه دانشجویانی که از سر تا سر دنیا وارد آن خاک شدن، و اینکه این قوانین تا کی قرار ادامه داشته باشه، آیا دانشجوها هیچ راهی دارن؟ چون بعضی از وکلای مهاجرتی در رابطه با کارهای دانشجویی دارن میگن که بعضن مثلا اینکه دانشجوها وارد شدن و تونستن که کارشون رو انجام بدن، و اینکه آیا این قوانین قرار به شکل دائمی باشه یا اینکه نه به شکل مقطعی قرار اجرایی بشه؟ فعلا تا اونجایی که من شنیدم میدونم که فعلا این قوانین یعنی اجرا نشده، یعنی دونالد ترامپ فقط گفته که میخواد محدودیتی بر نوع ویزاهای مثلا H1B1 ویزاهایی که خیلی از دوستان خودم الان باهاش دارن در آمریکا کار میکنن، گفته که میخواد اونا رو خیلی محدود بکنه، و بازم خیلی جای نگران کننده است برای همه، بخاطر اینکه اگر دیگه در آمریکا باشن و نتونن کار بکنن چه جوری میتونن بالاخره هزینه زندگی خودشونو قبول بکنن. بسیار عالی. من در ادامه بعد یه سلام دیگه هم عرض بکنم خدمت جناب آقای مهندس نیکبین، خیلی خوش آمدین قربان ارادتمند. و اینکه در ادامه مباحثی هم که داریم مطرح میکنیم اینه که خب الان داستان ما هم داستان اتفاقات ورود دانشجوها به خاک آمریکا خب خیلی با مشکلات زیادی مواجه شده، بعد تکلیف این دوستانی که خب با توجه به قوانینی که من تقریبا از دانشگاه های آمریکا میدونم که بعد از قبل شهریه واریز بشه، اتفاقات دیگه ای بیفته و کارهای ما همش اومد اوکی بشه، خب این بندگان خدایی که به این شکل تونستن ثبت نامه رو انجام بدن و اتفاقات این چنینی رو دارن تحمل میکنن برای اینکه به اون داستان خیلی خوب که تحصیلات تو آمریکاست برسن، تکلیف این عزیزان چی میشه و چه اتفاقی برای این دوستان میافته؟ آیا پولشون همه از بین میره؟ دانشگاه جوابگوه یا اینکه اتفاقات دانشگاه جوابگو خواهم بود؟ گفتن که این اتفاق دوباره فکر کنم حدوداً 3-4 سال پیش اتفاق افتاد، وقتی بله. که دوباره برای ایرانی ها و کلی کشورهای دیگه این ترافل بن دونالد ترامپ اجرا می شد، و فکر کنم بالاخره پشت به جای همون جوری اتفاق افتاد. ولی دانشگاه تا اونجایی که می دونم دفعه قبل هم سعی کردن که به دانشجوهاشون خیلی کمک بکنن و پولشون رو برگردونن. درست. و اینکه من سوال دیگه که داشتم اینه که خب چون به واسطه اینکه ما میگیم ایالات متحده ای آمریکا، خب خیلی از ایالت ها دفعه قبلی که آقای ترامپ این قانون ترامپانو گذاشته بودن، خب خیلی اومدن که قانون ایالتی خودشونو ورز کردن و با وجود موافقت کردن، آیا الان هم میتونه این اتفاق بیفته یا اینکه نه این به شکلیه که هیچ کسی نمیتونه روش کاری انجام بده؟ اینو نمیتونم بخاطر اینکه این در واقع میشه مال کلن اومدن توی خاک آمریکا، و اون یه سری قانونایی هستش که مال فدراله، اونو بالاخره وقتی رئیس جمهور یه چیزی رو میسنه که از این کشور کسی نمیتونه بیاد، مثلا کالیفرنیا نمیتونه بگه چرا ما قبول میکنیم، مثلا در کالیفرنیا میتونن کسایی که ایمیگرنت هایی که مثلا شاید ویزاشون مثلا چه بدونم اکسپایر شده یا مثلا بعد برگردن ولی نمیخوان برگردن، اگر مثلا شهری مثل نیویورک یا کالیفرنیا که بهشی میگن هیون، میتونن برن اونجا و پلیس آیس آمریکا دیگه اونا رو دستگیر نمیکنه اونجا، ولی کلی نمیتونن وارد بشن. آها خب پس یعنی میشه این که یه قانونی رو که رئیس جمهور آمریکا پرزیدنت داره میذاره برای تمام ایالت قابل اجراست، و اینکه هیچ قاضی یا هیچ دادگاه فدرال ایالتی نمیتونه با اون قانون در حال حاضر مخالفت بکنه یا رأساً تصمیم گیری بکنه، درسته؟ تا الان که نکرد. آها تا الان این اتفاق نیفتاده. خب البته امیدواریم که آقای ترامپ شرشون هر چه زودتر از سر کل دنیا کم بشه با توجه به شرایط. نوامبر که زوده دیگه، فکر کنم این نوامبر که دیگه الیکشن آمریکا باشه فکر کنم دیگه ان شاء الله سرمون باز میشه. ان شاء الله امیدواریم. و اینکه در رابطه با وضعیت کرونا توی آمریکا، وضعیت کرونا آیا بهتر شده یا اینکه همچنان در حالت شدت خیلی زیادیه؟ بهتر نشده اصلا. اصلا بخاطر اینکه یه سری شهرها چرا این داشت شماره ها خیلی پایین میرفت، ولی الان در این طول دو روز گذشته بازم میبینیم که مثلا از CDC و بقیه شهرهای آمریکا که کیسای کرونا حداقل 4 برابر شده. درسته 4 برابر. خیلی عدد زیادیه. خیلی بخاطر اینکه حتی مثلا توی نیویورک در بخش بروکلین توی ویلیامزبرگ الان مثلا
خیابونا رو بستن تا مردم بتونن مثلا راه برن، بارا رستوران ها و بارا مثلا از پنجره به همه چه بدم غذا بخواین، درینک بخواین، هر چی بخواین بگیرین و تو خیابون راه برین، مثلا بغل آب بشینین و بخاطر این همه امکانات الان همه و چون هوا دیگه خیلی خوبه که تابستون شده همه دیگه ریختن بیرون، مثلا بازم در آتلانتا در کالیفرنیا دیگه ساحلا که باز شدن الان همه دیگه انگار یادشون رفته که کرونا کرونایی هم وجود داره. و اینکه آیا این آمار چهار برابر شدن آمار در سطح ایالتی یا در سطح کل کشور این اتفاق داره میفته؟ این چهار برابر فکر کنم برای فلوریدا بوده. آها برای فلوریدا بوده. بسیار هم عالی. و اینکه من سوال دیگه که داشتم و خیلی هم برام جالب بود اینه که آیا آمریکا به ساخت واکسن کرونا آیا نزدیک شده یا نشده؟ اتفاقی میفته؟ اصلا هیچ پیشرفتی حاصل نشده؟ چون شمار مبتلاها و شمار مرگومی مثل این که در کل دنیا داره به نزدیک به آمار 10 میلیون نفر داره میرسه و این آمار خب خیلی آمار هولناکیه از سال 1902 که اون فاجعه خیلی بعد در اسپانیا اتفاق افتاد و اون مریضی واگیردار باعث شد که تا جون 50 میلیون نفر گرفته بشه. الان هم مجددا مثل این که داره همون اتفاق میافته و به هیچ عنوان هم قابل کنترل نیست، چون توی ایران هم همین شرایط اتفاق افتاده. و در رابطه با تازه های اپلیکیشن و اخبار تکنولوژی روز آیا خبری بوده دوستان در قرنطینه؟ تکنولوژی که والا پلی استیشن 5 داره در میاد که قراره سریع‌تر باشه و صداش خیلی بهتر باشه که فکرم همراه با 26 تا بازی جدیدم قراره به زودی در مارکت باشه که کسانی که خیلی علاقه دارن باید خیلی خوشحال باشن. بله 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 واقعا خیلی حس خوبیه. ولی خبر دیگه‌ای که برای خود من خیلی جالب بود و فکر میکنم که واقعا به جهت درست داره میره اینه که اینستاگرام اعلام کردش که قراره به زودی تعداد لایک ها رو از روی همه عکس ها بردارن تا اینکه مردم بخاطر اینکه اینستاگرام گفته که فکر نمی‌کنن که آدم‌های معمولی برایشون برای ذهنشون و وجودشون سالم نیستش که هی خودشون رو با سلبریتی‌های خیلی معروف هی بخوان مقایسه بکنن و بگن او من مثلا 11 تا لایک دارم فلانی مثلا 2 میلیون لایک داره و به خاطر این دلیله که اینستاگرام گفته که قراره تعداد لایک ها رو برداره و فقط کسی که عکسشو منتشر میکنه میتونه تعداد لایک ها رو ببینه ولی کسی دیگه نمیتونه ببینه و میگن فقط اون که مردم بیشتر به محتوای عکسشون توجه کنن تا به تعداد لایک هاشون. اتفاقا این مدل خوبیه و فکر میکنم الان جسته گریخته روی سری از پروفایل ها انگار داره اجرا میشه، چون بعضا مثلا توی صفحه پرایوت که شما وارد میشین به عنوان دوست مشترک وقتی وارد میشین نگاه میکنین میبینین به هیچ عنوان شما تعداد لایک رو نمیبینین، میبینین که خب تعداد خیلی زیادی هستن که حالا لایک کردن یا هر چیزی ولی عددی به شما نمیده. البته فکر کنم اینستاگرام یه نگاهی به اینستاگرام یعنی مجموعه اینستاگرام یه نگاهی هم به اینستاگرام ایرانی ها انداخته بعضن به خاطر حالا لباس ها و تیپ های عجیب غریب و از اینجور چیزا، فکر میکنم بیشتر خاطر این باشه چون دارن دنیا رو میبرن به سمت یه بحران جدید. البته نگفته نماند که خیلی خوب میشد اگر دوستان عزیزی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن و تو زمینه حالا بلاگر به عنوان یک بلاگر دارن فعالیت میکنن چقدر خوب میشد چند تا پروفایل هم حداقل راجع به کتاب درست میکردن، راجع به تازه های کتاب، راجع به اخباری که در رابطه با حالا نویسنده ها یا اتفاقات اینچنینی، راجع به ناشران اگه درست میکردن خیلی عالی میشد. البته خانم ژینا خدا رو شکر دوستان عزیز همه از حضور شما دارن لذت میبرن و همه دارن کیف میکنن. خدا رو مرسی. و به هر صورت ممنون از شما خانم نیکبین، خیلی سپاسگزارم، خیلی لطف کردیم و بازم اعلام میکنیم که طبق معمول هر هفته یک شنبه ها من و خانم نیکبین در برنامه لایو رادیو صدای ایدال فارسی در خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز هستیم با تازه های اخبار تکنولوژی، البته به شرطی که من اجازه بدم که خانم نیکبین صحبت بکنم. سپاسگزار از شما خانم نیکبین، خیلی زحمت کشیدین، خیلی محبت کردین، ممنون از شما، روز بسیار ممنون و شما همینطور روز خوبی در نیویورک داشته باشین، وقتتون بخیر، خدا نگهدار، خدا نگهدار، مرسی. و همینطور در ادامه خبر من باید عرض بکنم که امیدواریم که
دنیا به یه سمت و سوی بره و اتفاقی توش بیفته که حداقل در کنار تمام پروفایل هایی که در کل دنیا داره ساخته میشه و البته سپاسگزارم از سرکار خانم میلانی، واقعا افتخار دادیم، محبت کردیم، خیلی ممنون. امیدوارم روزی بشه که بتونیم در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون از شما. البته در عرض می کردم که امیدواریم اتفاقی پیش بیاد که ما بتونیم روزی پروفایل های کتابخانی خیلی خوبی هم داشته باشیم در اینستاگرام. میریم که در خدمت سرکار خانم اسدی باشیم، وکیل و حقوقدان، منتظر هستیم تا به ما بپیوندن. عرض ادب و سلام و وقت بخیر خانم اسدی، امیدوارم که لحظات خوب و خوشی رو داشته باشین. ما در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه بینندگان و شنوندگان محترمتون. امیدوارم همگی خوب باشین و تو این روزای سخت شرایطتون بد نباشه و بتونیم همگی با هم این روزا رو بگذرونیم. امیدوارم که اتفاقات خوبی در پی خودش داشته باشه و این شرایط به شرایط نرمالی برسه. خب از پایه میخوایم شروع بکنیم، این که ما میخوایم راجع به خانم اسدی مقداری بیشتر بدونیم تا بعد برسیم به داستان حقوق و وکالت و مسئله این چنین. در خدمت شما باید. خواهش میکنم، اختیار دارین. من لیدا اسدی هستم، 34 سالمه، لیسانس حقوق از دانشگاه تهران هستم، کارشناسی ارشد فوق لیسانسم رو در رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی مجدداً از دانشگاه تهران گرفتم که اگر بخوام راجع به این رشته توضیح بدم که آشنا باشن بیننده ها و شنونده هاتون، سرفصل هایی که ما توی این رشته مطالعه میکردیم، یعنی درس بودیم، سرمایه گذاری خارجی، داوری، قراردادهای بین المللی، حقوق نفت و گاز، مباحث این چنین. قریب به 10 ساله که وکالت میکنم، پروانه وکالت دارم و پرونده هایی که انجام میدم بیشتر پرونده های مربوط به قراردادها، علائم تجاری، دعاوی بانک ها. به طور کلی بخوام بگم اکثر پرونده ها به استثنای دعاوی کیفری و خانواده. چون نمیدونم، همونطور که همه مطلعن، همه حقوقداران و وکلای عزیز، تو ایران نمیشه به اون شکل که تو خارج از ایران مطرح هست تخصصی کار کرد. تخصصی کار کردن اونجا به این معناست که هر کسی توی یک رشته خیلی جزئی تخصص داره و کار میکنه. توی ایران اصولا همه کار انجام میدن، ولی خب باز من حداقل سعی کردم حوزه‌ای که البته همه اکثریت عرض میکنم، خیلی از وکلا هم هستن که خیلی تخصصی و خاص کار میکنن و تبحر خیلی زیادی تو یک سری رشته‌ها دارن، ولی خب من سعی کردم حداقل حوزه کاریم رو تا حدی که مورد علاقم هست محدودش بکنم و دعاوی رو که خیلی دوست نداشتم که توش کار بکنم، از جمله دعاوی کیفری، توش فعالیتی ندارم. بله، علاقه ندارم. همچنین دعاوی خانواده با روحیم سازگار نیست. پایان نامه ای که در مقطع کارشناسی ارشدم من دفاع کردم که با آقای جناب آقای دکتر مجید قمامی استاد راهنمام بودن و داریم با خود ایشون اون پایان نامه رو به شکل کتاب منتشر میکنیم انشالله. روش های حقوقی تخصیص ریسک در قراردادهای بیوتی بود که در واقع قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری هستن و توی این پایان نامه که میومدیم ریسک های قراردادهای بیوتی رو بررسی میکردیم که چطوری بتونیم از طریق روش های حقوقی، طرق مختلف حقوقی، این ریسک ها رو بین دولت میزبان و سرمایه‌گذار بخوایم تخصیص بدیم و ریسک رو بندازیم به اصطلاح گردن کسی که بهتر بتونه باهاش کنار بیاد. یکی از این ریسک های بزرگی که همیشه وجود داره فورس ماژور هست. بله. که من فکر کردم به اقتضای شرایط این روزها که در واقع همه جا بحث از کرونا، ویروس کووید 19 مطرحه و همه باش درگیر هستن، شاید بهترین بحثی که بتونیم امشب برای بیننده ها و شنونده هاتون داشته باشیم بحث این باشه که آیا عواقبی که از ویروس کووید 19 ایجاد شدن میشه به عنوان فورس ماژور محسوب بشن یا خیر. که خب برای این کار بهتره که من اول اصلا بخوام به شما توضیح بدم که این فورس ماژور چی هست و بعد بریم سراغ سایر مسائل. البته که ذکر بکنم خدمتون که ما همین مباحثی هم که راجع به فورس ماژور هست و ویروس کرونا، جناب آقای دکتر مجید قمامی استاد من و خودم داریم این رو تحت یک مقاله پژوهشی انشالله قراره به زودی چاپش بکنیم که اونجا دیگه به تفصیل خیلی موارد بررسی شده که حالا من سعی می‌کنم سرفصلش رو به صورت کلی امشب مطرح بکنم که اگر کسی از
بیننده و شنونده هاتون هست که با این مسائل درگیره، شاید بتونه کمکی بهشون بکنه. قطعا همه این درگیری ها رو تو این مدت مدید داشتن به واسطه حالا اتفاقاتی که ویروس کووید 19 برای کل دنیا پیش آورده. همه اتفاقا خیلی هم دوست دارن که راجع به این مسائل فکر میکنم که بیشتر بدونم، با توجه به دایرکت هایی که ما از دوستان گرفتیم و سوالاتی که مطرح کردن، فکر میکنم جمع این جواب این سوالات توی تمام توضیحات شما نهفته باشه. ما در خدمت شما انشالله که جوابشون داخل توضیحات باشه و بتونه کمکی بکنه تا حتی به یک نفر. ببینید، فورس ماژور یا قوه قاهره که در واقع این اصطلاح ابتدا از کد ناپلئون فرانسه گرفته شده، درسته، در واقع واقعی هست که اتفاق میفته و خارجی، غیر قابل کنترل و غیر قابل پیشبینی هست. که حالا من هر کدوم اینا رو به تفکیک تو جای خودش توضیح میدم خدمتون. در حالت کلی وقتی افراد یه قراردادی رو میبندن، یه عقدی رو منعقد میکنن، ما یه اصلی داریم به نام اصل الزام آور بودن قرارداد، که این اصل به این معنی هستش که هر کسی که قراردادی رو منعقد میکنه باید به مفاد اون پایبند باشه، متعهد باشه و اون رو اجرا بکنه. اما گاهی یه اتفاقی مثل فورس ماژور، مثل قوه، یعنی فورس ماژور یا قوه قاهره اتفاق میفته و استثناء وارد میشه به این اصل و باعث میشه کسی که متعهد بوده طبق عقد و قرارداد یه تعهدی رو اجرا بکنه، به استناد این قوه قاهره از مسئولیتی که داشته معاف بشه و بتونه از در واقع اون چتر حمایتی که قوه قاهره برقرار کرده برای متعهد قرارداد استفاده بکنه. حالا این اتفاق چی هست؟ اول بخوام مثال بزنم که برای بیننده ها بهتر جا بیفته که در واقع این فورس ماژور چی میتونه باشه. مثالش رو عرض میکنم، بعدش توضیح میدم که اون شرایط سگانه‌ای که عرض کردم، یعنی غیر قابل کنترل بودن، خارجی بودن و غیر قابل پیش بودن، پیشبینی بودن، هر کدوم اینها به چه معنی هست. ببینید، قوه قاهره میتونه شامل بلایای طبیعی باشه، مثل سیل، زلزله، فوران آتشفشان، اتفاقات اینچنینی، و یا میتونه حوادث و بلایای فراگیری باشه مثل جنگ، شورش، اعتصاب، حتی بیماری کووید 19. یعنی بیماری کووید 19 یک از این مواردی که دقیقاً میتونه در واقع در قالب این که یک حادثه و بلای فراگیر هست اینجا مطرح بشه. طرفین میتونن توی قرارداد خودشون شرطی که مربوط به فورس ماژور هست و آزادانه تنظیم بکنن و هر چیزی که فکر میکنن ممکنه اتفاق بیفته و این شرایط رو داشته باشه توی اون شرط خودشون ذکر کنن، که در واقع هر چقدر این شرط کاملتر و بهتر تنظیم بشه، مثل اینه که یک واقعی رو قبل از وقوعش جلوشو بگیرن، نه اینکه بخوان حالا برن بعدش درمان بکنن ببینن چه کار بکنن. از این جهت خیلی به کار طرفین میاد. درسته. عرض کردم که قوه قاهره باید واقعی خارجی باشه. خارجی بودنش به این معنیه که وابسته به اراده متعهد قرارداد نباشه. یعنی کسی که توی یک قرارداد یک تعهدی رو بر عهده گرفته، اون باعث نشه که اون اتفاق بیفته، خارج از حیطه کنترلش باشه. به عنوان مثال، من یک پیمانکاری هم که یک پروژه رو دارم انجام میدم. اگر من حقوق کارکنای خودم رو پرداخت نکنم و این عدم پرداخت حقوق توسط من پیمانکار باعث بشه کارکنای من بیان اعتراض بکنن توی پروژه و پروژه معطل بمونه، متوقف بمونه، من پیمانکار اینجا نمیتونم بیان بگم این اعتصاب کارگرای من که اعتصاب در حالت کلی میتونه فورس ماژور باشه، فورس ماژور محسوب میشه برای من. به این دلیل که تو این مورد من خودم مقصر بودم، حقوق اونا رو ندادم و تقصیر من نقش عمده داشته توی وقوع این اعتصاب. در نتیجه من اینجا نمیتونم استناد بکنم به این که این اتفاق فورس ماژور بوده. در مورد کووید 19 هم همین هست. به عنوان مثال تصور بفرمایید طرف متعهد خودش آگاهانه با رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی باعث بشه که مریض بشه و نتونه تعهدات قراردادی خودش رو اجرا بکنه. تو این مورد متعهد نمیتونه استناد بکنه که واقعه خارجی اتفاق افتاده و من نمیتونم تعهدات خودم رو انجام بدم. شرط دومی که خدمتون عرض کردم غیر قابل کنترل بودنه. یعنی در واقع این اتفاق که میفته برای شخص متعهد غیر قابل کنترل باشه، غیر قابل اجتناب باشه. بخوام خیلی سادهش بکنم، یعنی اجرای تعهد رو براش غیر ممکن بکنه، که تاکید میکنم روی این غیر ممکن بودنش به دلیل اینکه در ادامه بحث
میان فورس ماژور رو با یه نهاد مشابهش مقایسه میکنن که در واقع نهاد سوشواری هاردشیپ هست، که خب خیلی ها این دو رو با هم اشتباه میکنن و این غیر ممکن بودن در واقع خصوصیتی هستش که این دوتا رو از هم جدا میکنه. پس یادمون باشه وقوع فورس ماژور یا قوه قهریه اجرای قرارداد رو برای متعهد غیر ممکن میسازه. درسته. ببینید، ممکنه اجرای تعهد برای طرف ممکن باشه، ولی مستلزم این باشه که تلاش خیلی بیشتری بکنه یا صرف هزینه خیلی بیشتری بکنه. در این شرایط نمیشه گفتش که اجرای تعهدش غیر ممکن شده، چون بالاخره قابل انجامه، حتی با تلاش خیلی بیشتر، با مشقت بیشتر، با صرف هزینه بیشتر. درسته. توی این موارد میاد در نظر میگیریم که آیا هر شخص دیگری در این شرایط مشابه بود، اجرای این تعهد براش غیر ممکن میشد یا نه. قانون مدنی ما هم توی ماده 229 خودش اومده گفته که اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تعدیه خسارت نخواهد بود. یعنی در واقع اومده این غیر ممکن بودن رو توی این مورد به رسمیت شناخته. در مورد کرونا ما بخوایم بررسی بکنیم که آیا کووید 19 توی قراردادهای مختلف این اثر غیر ممکن بودن رو داشته یا خیر. ببینید، اولین مبحثی که خیلی مهمه بدونیم اینه که هیچ موقع توی این موارد نمیشه حکم کلی داد، یعنی باید فکت بیس بررسی بشن و هر کیس، هر پرونده جداگانه بررسی بشه و با توجه به شرایط خود اون جواب داد. شاید راهکاری که من اینجا میگم توی پرونده خاص به خاطر شرایط خاصی که داشته باشه متفاوت باشه، ولی خب ما اینجا مثلا به صورت کلی بگیم که یک شمای کلی مد نظر همه قرار بگیره که چه اتفاقی میفته، چطور قراردادها رو غیر ممکن میکنه. میتونیم قراردادها رو تقسیم بکنیم به دو دسته. یکی قراردادهایی که عنصر زمان توشون اهمیت داره، که ما تو حقوق در واقع به اینا میگیم قراردادهای وحدت مطلوب. یعنی در موقع انجام تعهد، اجرای تعهد، هم زمان انجام تعهد خیلی اهمیت داره، هم موضوع اون. به عنوان مثال بخوام اینو دقیق، یعنی بخوام خیلی ساده توضیح بدم همه متوجه بشن. تصور بفهمید شخصی مراسم عروسیشه. درسته. برای شب شام سفارش داده. تو این مورد این که اون شام اون شب حاضر باشه برای اون شخص واجد اهمیته و عنصر زمان اجرای اون تعهد خیلی اهمیت داره. اگر اون شب بگذره و به عنوان مثال آشپز غذا رو کیترینگ اون شب غذا رو تحویل نده، دیگه بعد از اون شب خاص اجرای این تعهد برای متعهد له، یعنی برای کسی که شام رو سفارش داده بوده و عروسیش بوده، دیگه موضوعیت نداره، به دردش نمیخوره، چون درسته. اون زمان خاص سپری شده. تو این مورد ما میایم فرض بکنید آشپز کیترینگ به کووید 19 دچار بشه به عنوان مثال. تو این مورد ما میتونیم بیان بگیم که این برای شخص متعهد فورس ماژور محسوب میشه. یه مثال خیلی معروف دیگه ای داره که خیلی معروفه این، چون که فورس ماژوری که ما بهش میگیم فورس ماژور یا قوه قهریه، در سیستم حقوقی کامن لا بهش میگن فراستریشن، انگلستان میگن فراستریشن، و در واقع منظور انتفاع قرار داده. مثالش برمیگرده به زمان تاجگذاری ادوارد هفتم، که یه شخصی میاد یه آپارتمانی رو اجاره میکنه که بتونه از اونجا مراسم تاجگذاری رو تماشا بکنه. به دلیل اینکه پادشاه بیمار میشه و مراسم تاجگذاری کنسل میشه در اون تایم، این شخص مابقی اجاره بهاش رو به موجر خودش، به کسی که ازش اجاره کرده بوده، اون ملک رو پرداخت نمیکنه. موجر میاد دادگاه طرح دعوا میکنه و دادگاه حکم میده که به دلیل اینکه موضوع قرارداد منتفی شده، چون این شخص اجاره رو منعقد کرده بود با هدف تماشای مراسم تاجگذاری، به دلیل اینکه در واقع هدفی که عقد اجاره برای اون منعقد شده بوده منتفی شده، حکم به انحلال قرارداد سقوط تعهد میده. پس این شد در مورد قراردادهایی که عنصر زمان توش مهمه. پس در این مورد شما بفرمایید که من خط به کلام پس من یه سوال دارم. پس عنصر زمان تو خیلی از قراردادها مهمه، و اینجوری که شما الان توضیح دادین و فرمودین اینه که خب به هر صورت هر قراردادی معیار زمانی داره، و اگر اون توی اون زمانی که توش تعیین توی اون قرارداد تعیین شده اون اتفاق بیفته
که خب افتاده، ولی اگر شخصی که اون متعهد شده توی اون قرارداد که حالا خدمتی رو ارائه بکنه یا خدماتی رو ارائه بکنه بنا به هر دلیلی، طبق همون چیزی که شما فرمودین، یعنی قوه قهریه یا همون قوه قاهره یا همون اتفاق، این کسی که متعهد در واقع هست نمیتونه اون خدمت رو انجام بده و این آدم بعد از گذشت اون تایم مورد نظر مورد کار حقوقی قرار میگیره، یعنی میشه به راحتی ازش درخواست، حالا به هر صورت چی میگن، درخواست ضرر زیان کرد یا مسئله این چنینی، دقیقا میشه این دیگه، درسته؟ ببینید درسته، فقط اینجاش باید دقت بشه بهش که درست میفهمین شما، بله هر قراردادی مورد زمانی داره ولی درسته. ما منظورمون اینجا هر زمانی نیست، قراردادهایی مد نظرمونه که زمان توش فقط در اون زمان اهمیت داره. حالا تو ادامه مباحث بعدی خدمتتون عرض میکنم. ببینید یه موقع یه قراردادی هست، درست از هر قراردادی زمان داره، طرف تعهد کرده که ظرف یک سال یک پروژه رو بسازه، اونجا وقتی فورس ماژور اتفاق میفته که حالا بعدا مفصل خدمتتون عرض میکنم، وقتی اون اتفاق میفته در واقع ممکنه قرارداد رو تعلیق کنه، یعنی بیان بگن این اتفاق افتاده موقتیه، ما یک ماه قرارداد رو تعلیق میکنیم، بعدن این یک ماه رو به قرارداد اضافه میکنیم. یعنی همه جا اینطور نیستش که وقتی این اتفاق افتاد دیگه اصلا مبنای قرارداد از بین بره، دیگه اصلا اجراش به درد متعهدان له نخوره. ما فقط اینجایی رو مد نظرمون بود تو این قسمتی که خدمتون توضیح دادم که در واقع زمان از چنان اهمیتی برخورداره که دیگه اصلا بعد از اون زمان اجرای تعهد به درد متعهدون لحنه میخوره. مثل مثال همون شام عروسی که خدمتون عرض کردم که خیلی ساده باشه که بشه کاملا درکش کرد. کاملا درسته. ادامه بدم. خب پس جا به جایی تاریخ توی این قرار داده میسر هستش. درسته؟ تو دومی که خدمتون عرض کردم بله که در ادامه مفصل خدمتون توضیح میدم. خواهش میکنم، پس ما در خدمتون هستیم. خواهش میکنم. قراردادهای دیگه که اون عنصر زمان توشون اون اهمیتی که خدمتون عرض کردم و نداره، ما میام اینجوری بررسی می‌کنیم برای خیلی قابل درک باشه، چون در واقع میدونین که ستاد ملی مدیریت کرونا اومد یه تایمی توی ایران مغازه ها و همه اماکن تجاری رو تعطیل کرد، یعنی گفتن که هیچ کسی حق نداره این اماکن رو باز بکنه. فرض بفرمایید که کسی مزون لباسی داره و قراره که بیاد به عنوان مثال برای دانش آموزایی مدرسه سفارش دوخت لباس گرفته. درسته. تو این موقع تعطیلی مزون، تعطیلی اماکن تجاری به دستور دولته، به دستور حالا تو مثال ما ستاد ملی مدیریت کرونا است، این اتفاق برای اون طرف فورس ماژور محسوب میشه، قوه قهریه محسوب میشه، چون کل شرایطی که مد نظر، یعنی باید عناصر تشکیل دهنده فورس ماژور باشه رو داره. ولی برعکسش تصور بفهمه کسی ملک مسکونی اجاره کرده ولی همین آدم، همین مستأجر به دلیل اینکه بیزنسش تعطیل شده مجبور شده مغازه‌شو ببنده، چون دولت گفته مغازه‌ها باید تعطیل باشن و دیگه درآمدی نداشته که بتونه بیاد اجاره بهای ملک مسکونی که توش سکونت داره رو پرداخت بکنه. تو این مورد ما نمیگیم که اینجا فورس ماژور اتفاق افتاده، به دلیل اینکه اینجا بیشتر میره در قالب اون مسئله که ابتدا خدمتون عرض کردم که معمولا با فورس ماژور اشتباه میشه، میره در قالب دشواری و هاردشیپ که اونو در ادامه توضیح میدم خدمتون. برای همین خدمتون عرض کردم که هر پرونده خیلی مهمه که شرایط خود اون پرونده بررسی بشه و دید که چه اتفاق میفته. حالا یه عده میان میگن که در مورد همین اجاره ملک مسکونی میشه استناد کرد به این که چون که از این تایم این اتفاق دیگه مستأجر نمیتونسته از این ملک مسکونی خودش استفاده کامل رو استفاده مطلوب و مورد نظرش خودش رو بکنه، میشه گفت قرارداد تعلیق میشه، که البته من با این خیلی موافق نیستم ولی صرفا خواستم عرض بکنم که یه عده این اعتقاد رو دارن. درسته. این شرط رو که به پایان برسونیم میریم سراغ شرط غیر قابل پیش بینی بودن که کمی هم محل مناقشه است تو این مورد و بحث این هستش که آیا وقتی که یک واقعه قابل پیش بینی هست و کسی بیاد وارد قرارداد بشه در اون زمان، آیا میتونه به اون اتفاق به عنوان قوه قهریه و فورس ماژور استناد بکنه یا خیر؟ ما معمولا واقعی رو غیر قابل پیش بینی حساب میکنیم که غیر عادی، ناگهانی اتفاق بیفته. به عنوان مثال تصور بکنین توی جایی که همیشه برف میاد،
همیشه کوهستانیه که مسیر عبور و مرورش برف میاد، بهمن میاد، مسدود میشه، کسی نتونه تعهد خودش رو اجرا بکنه. مثلا قرار بوده یک باری رو ببره تحویل بده، نتونسته. درسته. چون اون محل عموما دچار این اتفاق میشه، نمیتونه شخص متعهد بیاد بگه که برای من این حادثه‌ای که اتفاق افتاده و جاده بسته شده و من نتونستم تعهد خودم رو انجام بدم قوه قهریه هستش، چون در این مورد اون اتفاق برای اون شخص خاص قابل پیش بینی بوده. اما از اونجایی که ببینیم ممکنه خیلی بیان بگن که الان خب هر قراردادی منعقد میشه، بالاخره کرونا یک واقعیتیه که در کووید 19 اتفاق افتاده، همه ازش مطلعن و قابل پیش بینیه. ولی مسئله که مطرح میشه که من خدمت شما عرض کردم دقیقاً خیلی مهمه که هر پرونده جدا بررسی بشه. ببینید دنیای امروز دنیای تجارته، دنیای مبادلات تجاری داد و ستده و اجتناب ناپذیره که انسان‌ها وارد این عرصه بشن و وقتی که وارد این عرصه میشن به تبع اجتناب ناپذیره که کمی هم ریسک به همراهش داشته باشه و اون رو بپذیرن این ریسک ها. بله. در نتیجه ما نمیتونیم بیایم بگیم که هر قراردادی که الان منعقد میشه به دلیل اینکه قابل پیش بینیه نمیتونه این عواقب کرونا به عنوان مثال براش فورس ماژور محسوب بشه، مگر اینکه همون کیسی که خدمتون عرض کردیم طرف بیاد با بیمبالاتی خودش باعث ابتلای خودش بشه و نتونه تعهدش رو انجام بده. یه ملاکی که میتونیم برای این زمان قابل پیش بینی بودن در نظر بگیریم، میتونیم بگیم زمانی که سازمان بهداشت جهانی اومد کووید 19 رو به عنوان پاندمی مطرح کرد، یعنی اومد وضعیت اضطراری بهداشت بین المللی مطرح کرد که اگر اشتباه نکنم 30 ژانویه 2020 بود این اعلامی که کرد، و میتونیم بگیم که از اون زمان میشه یه ملاک در نظر گرفت که از اون زمان دیگه واقعی کووید 19 قابل پیش بینی بوده. و اگر کسی در اون اصلا به عنوان مثال تصور بفرمایید در زمانی که ستاد ملی مدیریت کرونا اومده همه اماکن تجاری رو تعطیل کرده، من برم در همون اصلا یه ملک تجاری رو اجاره بکنم، خب من هیچ وقت نم این در این مورد عواقب کووید 19 تعطیلی کسب و کارم و قوه قهریه حساب بکنم، چون با اطلاع از این قضیه در همون زمان رفتم این کار رو انجام دادم. ولی بازم عرض میکنم خدمتون که خیلی هر پرونده جزئیات خودش مشخصات خودش مهمه و من صرفا دارم یک مطلب کلی عرض میکنم که همه یه تصویر داشته باشن که در واقع چه اتفاقی میفته. البته من یه پرونده باز بکنم، این سه تا شرطی که ما عرض کردیم البته پیرو صحبتایی که ما با هم دیگه داشتیم، من اولی که شما فرمودین که هر پرونده جزئیات خاص خودش رو داره یه ذره برام همچین قابل هضم نبود، ولی الان کاملا دیگه هضم کردم که هر پرونده چقدر میتونه جزئی داشته باشه. و اینکه در ادامه فرمایش شما باید عرض بکنم یه مثال ما میتونیم بزنیم، البته یه نکته است که خب ما خیلی برخورد داشتیم و دیدیم و پیش اومده که خیلی از عزیزان قبل از این برنامه کووید 19 که تقریبا از اوایل اسفند ماه اواخر بهمن ماه شروع شد، خب یه سری کالاهای قرار بوده وارد بکنم و با توجه به اتفاقاتی که افتاد و بسته شدن مرزها و هیچ عبور و مروری که در کار نیست، خب این کالا نیومده و اون طرفی که این قرارداد رو بسته و قرار بوده این کالا رو وارد بکنه و به دست مصرف کننده برسونه، باید یه سری ضرر و زیان بده که این کالا نزدیک 3 ماهه که خب نرسیده به دستی، 3 ماه 4 ماهی که این اتفاق نیفتده. این دوست عزیزمون به عنوان یک وارد کننده و به عنوان یک توزیع کننده یا بنکدار اصلی که قراره یک کالا رو کامل به دست مصرف کننده برسونه، آیا به لحاظ شرایط حقوقی میتونه مدعی باشه که من قربانی همین داستان قوه قهریه شدم و اینکه چیزی شامل حال من نمیشه، یا اینکه نه این عذر بالاتر از گناه میشه؟ ببینید در صورتی که این شرایطی که عرض کردم موجود باشه، به عنوان مثال یکی از مهمترینش واقعا ترخیص این کالا، ورود این کالا غیر ممکن شده باشه، ببینید اگر بتونه تعهد خودشو با صرف هزینه بیشتر هر چقدر بیشتر انجام بده نمیتونه استناد بکنه به این قضیه به عنوان فورس ماژور، ولی اگر کاملا اجرای تعهد براش غیر ممکن بکنه، غیر قابل اجتناب باشه، براش خارجی باشه، یعنی به عنوان مثال ایراد این نباشه که خودش یک جوازی رو در موقع مقرر که باید اخذ میکرده اخذ نکرده
درسته. و الان این اتفاق افتاده و مرزا بسته شده به عنوان مثال، یا نمیتونه کالا رو وارد بکنه، اون موقع نمیتونه به فورس ماژور استناد کنه، چون خودش تعهدی که خود داشته که به عنوان مثال یک ماه تصور بکنین اصلا قبل از این بسته شدن ایشون باید جوازی رو میگرفته، اون جواز رو نگرفته، الان مرزا بسته شده، ورود کالا غیر ممکنه. به هیچ وجه نمیتونه استناد بکنه، چون تقصیر خودش هم کمی در اون نقش داشته و شاید الان دیگه همون حتی اگر مرزها باز بشه چون این جواز نداره نتونه کالا رو وارد بکنه. درسته. خیلی بستگی داره که آیا همه اون شرایط موجود باشه یا نه، یا اینکه همه راههایی که باید رو رفته باشه ایشون. به عنوان مثال خدمتتون عرض می‌کنم، تصور بفرمایید پروازا کنسل شدن، پروازا تعلیق شدن و هواپیمای پرواز نمی‌کنه. درسته. من یک پیمانکاری هم که باید به عنوان مثال در شهر اصفهان یک پروژه رو بسازم. کاملا درست. میتونم به استناد اینکه پرواز تعطیله بگم اجرای تعهد برای من غیر ممکن بود و تأخیر بکنم در اجرای تعهد خودم. باید درست. ثابت بکنم همه طرق رو امتحان کردم. به عنوان مثال تلاش کردم زمینی سفر کنم، جاده ها بسته بود، قطاری وجود نداشت. بتونم ثابت بکنم هیچ راهی وجود نداشته و اجرای تعهد برای من کاملا غیر ممکن بوده، کاملا خارج از حیطه اقتدار و کنترل من بوده. خیلی عذرخواهی میکنم. در این شرایط بله نسبت به هم میتونه فورس ماژور محسوب بشه. خب پس دادگاه نگاه میکنه به استناد میکنه به مدارکی که ما بهش ارائه میدیم. چه به عنوان کارفرما چه به عنوان کارگزار، مدارکی که ما به دادگاه ارائه میدیم روشن کننده اینه که آیا میشه به این مدارک استناد کرد یا نه، و اینکه آیا میشه اینو جزء قوه قهریه گذاشت یا نه. درسته؟ بسیار عالی. ما جواب اونو گرفتیم، در ادامه ما هست هم روش حالا تصور بفرمایید که این واقع اتفاق افتاد، شرایطی که توضیح دادم خدمتتون رو داشت، خارجی بود. درسته. غیر قابل کنترل بود، غیر قابل پیش بینی بود. درست. پس برای اینکه بتونه به این اتفاق استناد بکنه چه کارایی لازمه انجام بده؟ یکی از شروطی که معمولا تو قراردادها درج میشه میگن که طرف متحد به محض اینکه از این اتفاق مطلع شد باید اونو به طرف مقابل خودش خبر بده. این الزام ما تو قانون مدنی خودمون نداریم، در نتیجه باید چه قرارداد شرط بکنیم که البته شرط کردنش فوایدی هم داره. به عنوان مثال تصور بفرمایید من متعهد، من مدیون، ممکنه مطلع شدم از وقوع فورس ماژور، ولی به دلیل اینکه نگرانم اگر ممکنه طرف مقابل بفهمه که من به این دلیل نمیتونم تعهد خودم رو انجام بدم، اونم ممکنه تعهد خودش رو انجام نده، اینو ازش قایم کنم، پنهان کنم و بهش اطلاع ندم. به همین دلیل درج این شرط خیلی مفیده که طرف بدونه اگر بخواد به این چتر حمایتی در واقع به فورس ماژور استناد بکنه و از این چتر حمایتش برخوردار بشه، باید حتما به طرف مقابلش این قضیه رو اطلاع بده. درسته. ما توی این مقاله که خدمتتون عرض کردم داریم چاپ در حال نگارشش هستیم که بخوایم منتشرش بکنیم، اومدیم بعضی جاها حقوق خود چین رو هم بررسی کردیم که توی خود چین به عنوان منشأ ویروس کووید 19 چه اتفاقی افتاده در مورد فورس ماژور. و یکی از چیزایی که وجود داره اینه که توی چین یه شورای وجود داره به نام شورای توسعه تجارت بین الملل چین، یه گواهی این شورا صادر میکنه به نام گواهی فورس ماژور که طرفین میان این گواهی رو به عنوان یکی از دلایلی که نشون بده که واقعا این اتفاق افتاده ارائه میدن و در واقع از این طریق استناد میکنن به واقعه فورس ماژور. یه دو جایی که من میدونم تا حداقل فوریه 2020 یه چیزی نزدیک 1600 فقره از این گواهی صادر کرده بودن که شاید ارزششون، ارزش در واقع اون قراردادها بالغ بر 15 میلیارد دلار بوده. ارزش این گواهی از این جهت هستش که در واقع هم تقریبا همزمان یا نزدیک به اون واقعی که ما میخوایم فورس ماژور محسوبش بکنیم صادر میشه. درسته. ولی خب همیشه بعد این رو هم بدونیم که دلیل قاطعی نیست، یعنی باید در کنارش سایر دلایلی هم وجود داشته باشه. البته هرچند که خود شورای توسعه تجارت بین الملل چین ادعا داره که این مدرکی هستش که کلیه محاکم بین المللی، اتاق بازرگانی بین المللی، قلمروهای مختلف حقوقی این رو قبول دارن، ولی خب واقعا اینطور نیست و لازمه که کنارش دلیل دیگری هم وجود داشته باشه و دلیل قاطع محسوب نمیشه. شرط بعدی که طرفین بتونن به فورس ماژور استناد بکنن این هستش که وقتی این اتفاق میفته شخص متعهد تلاش بکنه که این مانع رو رفع کنه.
یعنی تلاش خودش رو بکنه که این مانعی که بر سر راه اجرای تعهدشه و ممکنه باعث بشه بدقول بشه، این مانع رو از بین ببره و بتونه تعهد خودش رو انجام بده. همچنین تلاش بکنه که عواقب اون رو کاهش بده تا حد ممکن. همون مثالی که خدمتون عرض کردم در مورد این که به عنوان مثال من پروژه‌ای دارم تو اصفهان، بعد ثابت کنم من تلاشم رو کردم که از همه طرق ممکن خودم رو برسونم و تعهدم رو انجام بدم. این خیلی مهمه که قانون مدنی ما تو ماده 229 خودش این رو در واقع به رسمیت شناخته. جاهای مختلف قانون ما، قوانین مختلفمون این موضوع رو میشه پیدا کرد. به عنوان مثال یه ماده‌ای داریم تو قانون مسئولیت مدنی ماده 12 که میگه در شرایطی که معلوم بشه کارفرما همه احتیاط‌های لازم رو انجام داده، از پرداخت خسارتی که به کارگر وارد شده معاف میشه، که در واقع نشون میده که این تلاش برای رفع مانع، این تلاش برای کاهش عواقب ایجاد اتفاق از نظر قانون ما، حقوق ما رسمیت داره. حالا باز تصور بکنیم همه اون شرایط وجود داشت، شرایط استناد وجود داشت و من اومدم استناد کردم که این اتفاقی که افتاده قوه قاهره بوده و من از اجرای مسئولیتم معافم، مسئولیتی ندارم، تعهد من ساقط شده. چه اتفاقی برای قرارداد میفته؟ این اتفاق چه اثری روی قرارداد داره؟ این اتفاق به سه شکل ممکنه روی قراردادها اثر بذاره. درست. که من اول فهرست بار عرض میکنم خدمتون، بعد توضیحش رو خدمتون ممکنه باعث فسخ قرارداد بشه، ممکنه باعث تعلیق قرارداد بشه و اون مدت رو به قرارداد در نهایت اضافه کنه، تمدید مدت بشه، ممکنه هم از باعث بشه طرفین بخوان مذاکره مجدد انجام بدن، که البته من این مذاکره مجدد رو ترجیح میدم تو قسمتی که فورس ماژور رو با هاردشیپ مقایسه میکنم اونجا خدمتون عرض بکنم، چون اونجا بیشتر میشه برای بیننده ها به صورت قابل درک تری توضیح داد اون قضیه رو. درسته. در مورد فسخ ببینید، یه موقع یه اتفاقی میفته، یه مانع ایجاد میشه که دائمیه. از بین بره، یعنی این مانع از بین بره. در این صورت در واقع تعهد خوب ساقط میشه و میان قرارداد رو فسخ میکنن. همون موردی که خدمتون عرض کردم، قراردادهایی که عنصر زمان توشون مهمه، قرارداد وحدت مطلوب به سهم و شام عروسی، طرف میتونه بعد از اینکه این واقع اتفاق افتاد و اجرای تعهد برای متعهد غیر ممکن شد و تعهدش رو اجرا نکرد، قرارداد رو فسخ بکنه. اصل دومی که میتونه فورس ماژور داشته باشه تعلیق قرارداده، یعنی در واقع میاد قرارداد برای مدتی متوقف میکنه، ببینه که آیا بعد از این مدت این واقع، این مانع رفع شده یا خیر. معمولا این مدت رو تو خود قراردادها تعیین میکنن. به عنوان مثال میگن که در صورتی که مثلا اتفاقاتی که ما فورس ماژور شمردیم توی این قرارداد اتفاق افتاد، قرارداد به مدت یک ماه معلق میشه و در نهایت این یک ماه به مدت قرارداد اضافه میشه، یعنی در واقع این مدت رو میان به میزان این مدت قرارداد رو تمدید میکنن. اگر بعد از اون مدت زمان فرض بکنید، عرض کردم ببینید در موردی که بعد از اون مدت گذشت، قرارداد به حالت نرمال و عادی خودش برمیگرده. اگر مانع رفع شده بود که هیچ، قرارداد ادامه پیدا میکنه. اما میتونن اگر بعد از اینکه اون مدت گذشت و کماکان اون مانع وجود داشت و جلوی اجرای تعهد رو میگرفت، اینجا هم مجددن میتونن قرارداد رو فسخ بکنن. درست. خب حالا من یه سوال کوچیک دارم. بفرمایید. الان شما دو تا اشاره کردین. اشاره اولتون به همون اتاق همکاری چین بود که میتونه یه سری مجوزهای مختلف بده. حالا در رابطه با ادامه سوال قبلیم که جواب رو کامل گرفتم، یه سوال کوچیک مطرح میشه. گیرم که کسی هست که قبل از شیوع کرونا تمام کارهاش رو تو ایران انجام داده، پرداختیاش رو در چین انجام داده، قرار شده یه کالایی وارد بشه، تمام این بر همه کاراش رسته و رفت است و از اونجا چون به واسطه اینکه حالا مرزها بسته شده هیچ کالایی وارد نشده و این بر این دوست عزیز وارد کننده 0 تا 100 متعهد شده توی یک قرارداد که در صورتی که کالا دیر برسه یا مسائل اینچنینی که اغلب تجار ایرانی توی تمام قراردادشون دارن و همشون هم مشکل دارن با این قضیه، متعهد شدی که اگر این کالا سر فلان وقت معین نرسید، بنده تمام ضرر زیان رو تمام و کمال به شما پرداخت خواهم کرد. با توجه به اون داستانی که شما قبلش فرمودین و مراتبی رو که فرمودین، من میخوام ببینم آیا داشتن اون مجوز از چین میتونه باعث بشه که ایشون
مدرک مستندی دستش باشه، به صرف اینکه بتونه به طرفش ارائه بده مبنی بر اینکه حالا این اتفاق افتاده و من هیچ قصوری نداشتم یا مسئله به خصوصی نبوده یا خیر. این سوال هم زیاد مطرح شده بود. حتما الان خدمتتون عرض می‌کنم. اولی که یادمون باشه عرض کردم اون گواهی صادر از اون شورای چین دلیل قاطع نیست. دلیل قاطع نیست به این معنیه که صرف اون نمیتونه باعث بشه که ایشون از اجرای تعهداتش بری بشه. نکته دوم، شما فرمودین توی سوالتون که طرف توی قرارداد تضمین کرده باشه که من خسارت رو انجام میدم و تعهد صفر تا صد کرده باشه. درسته. وقتی که کسی میاد تضمین میکنه اجرای قراردادش رو، گاهی نوشته میشه که حتی در صورت وقوع این اتفاقاتی که ما داریم فورس ماژور حسابشون میکنیم من مسئولم. تو این مورد ایشون مسئوله. این دقیقا جز استثناءاتی هست که توی همون مقاله‌ای هم که خدمتتون عرض کردم ما بررسی کردیم. وقتی تضمین میکنه حتی وقوع اون اتفاق رو، اجرای تعهدش رو در صورت وقوع اون اتفاق، در این صورت بری نمیشه از مسئولیتی که بر عهده گرفته. ولی اگر فرض بکنیم تضمین به این شکلی که من دارم خدمتون عرض میکنم و انجام نداده و صرفا یک قرارداد عادی منعقد شده، در این صورت بله، اگر بتونه همه اون شرایطی که خدمتون توضیح دادم رو اثبات بکنه، شرایط استناد رو داشته باشه، ایشون از مسئولیت خودش معاف حساب میشه. بسیار عالی، در خدمتتون هستیم. من مجددا سوالام خواهش میکنم. برای که یادآوری بکنم عرض کردم که آثار فورس ماژور میتونه فسخ باشه، تعلیق مدت باشه و یا مذاکره مجدد. که فسخ و تعلیق مدت رو توضیح دادم خدمتون و عرض کردم که مذاکره مجدد رو ترجیح میدم که در قسمت هاردشیپ توضیح بدم. درسته. من برم سراغ هاردشیپ، فورس ماژور و هاردشیپ رو مقایسه بکنم و هم در واقع بیام این مذاکره مجدد رو توضیح بدم. ببینید یه نهادی وجود داره به نام عسر و حرج یا دشواری یا هاردشیپ که در واقع به معنای ایجاد سختیه، یعنی اجرای تعهد با سختی و مشقت خیلی زیاد همراه میشه. اجرای تلزم اینه که طرف متعهد هزینه خیلی بیشتری متقبل بشه، تلاش خیلی بیشتری مجبور بشه انجام بده. در این مورد ما این اتفاق رو نمیگیم فورس ماژور، ما به این اتفاق میگیم عسر و حرج. به عنوان مثال اتفاقی میفته غیر قابل کنترل، غیر قابل پیش بینی مثل فورس ماژور، ولی غیر ممکن نمیکنه اجرای تعهد رو. همون که اول صحبت خدمتتون عرض کردم بر روی این خواهش میکنم دقت داشته باشن بیننده‌های عزیز، چون این غیر ممکن بودن خیلی مهمه. تعهدش رو غیر ممکن نمیکنه، حتی ممکنه نزدیک به غیر ممکن بکنه، ولی غیر ممکنش نمیکنه. در این صورت ما نمیتونیم به اون اتفاق به عنوان فورس ماژور استناد بکنیم. این اتفاق هاردشیپه و طرف مسئوله. در واقع تعادل قرارداد به هم میخوره، توازن قرارداد به هم میخوره. قرارداد دیگه مثل روز اولش نیست. اگر روز اول این تعهد خیلی راحت اجرا میشده، امروز برای اجرای تعهدش باید متحمل سختی خیلی بیشتری بشه. درسته. و مواظره قرارداد از بین میره. تو این مورد ما میگیم شخص دچار دشواری شده، اجرای تعهد متأثر شده، که قانون ما هم اینو تو جاهای مختلف به رسمیت شناخته. به عنوان مثال اومده تو مواد 277 و 652 قانون مدنی اومده که در شرایط خاصی با توجه به وضعیت مدیون یا مقترض مطابق اوضاع احوال میشه بهش مهلت داد، براش قرار اقساط تعیین کرد. درسته. وقتی که بخوایم دشواری رو با فورس ماژور مقایسه بکنیم، عرض کردم خدمتتون که اون غیر ممکن بودن خیلی مهمه. میان در شرایط دشواری، اصولا طرفین درخواست مذاکره مجدد میکنن، یعنی سعی میکنن از طریق مذاکره مجددی که بین هم انجام میدن شرایط قرارداد رو تعدیل بکنن و به یه چیزی شبیه اون چه که از اول بوده نزدیک بکنن. یعنی در واقع سعی میکنن تعادل و توازنش رو برگردونن. که این کاری بود که دادگاه‌های چین زمان شیوع سارس سال 2003 اگه اشتباه نکنم سعی کردن این کار انجام بدن، یعنی میمدن از طریق تعدیل کردن شرایط قرارداد وضعیت طرفین رو بهش ثبات میدادن و سعی میکردن قرارداد رو حفظ بکنن. ببینید این راهیه که باعث میشه که به عنوان مثال جلوی فسخ قرارداد گرفته بشه، قرارداد زنده میمونه، به موجودیت خودش ادامه میده و طرفین میتونن کماکان حالا از تعهداتی که هر طرف نسبت به طرف دیگه داره بهره مند بشن. اما خب اگر این مذاکره انجام نشه و به نتیجه نرسن، در نهایت همیشه راه دادگاه برای طرفین باز هست.
اشکالی که وجود داره در این میون این هستش که معمولا این شرط مذاکره مجدد دقیق تنظیم نمیشه. یعنی به عنوان مثال میگن به صورت کلی تنظیمش میکنن، صرفا میگن طرفین باید در این مذاکره مجدد در راستای انجام این مذاکره مجدد حسن نیت داشته باشن. درسته. این قضیه که این شرط به صورت دقیق تنظیم نمیشه دست دیوانه داوری رو خیلی باز میذاره برای تفاسیر مختلف و ممکنه مشکل ایجاد بکنه برای طرفین. در نتیجه بهتره که این شرط خیلی دقیق تنظیم بشه. به عنوان مثال بگن که طرفین متعهدن تمام تلاششون رو انجام بدن بعد اینکه این مذاکره به نتیجه برسه بتونن قرارداد رو حفظ بکنن. خوبه که ذکر بشه حصول توافق شرط نیست. یعنی اگر توافق نرسن به توافق نرسن به نقض قرارداد متهم نشن. درست. و صرفا متعهد باشن که تلاش بکنن برای رسیدن به این تعادل قراردادی. یا میتونن شرط بکنن که این مذاکره نباید باعث بشه که یکی از طرفین همین میون از فرصت استفاده بکنه و برای خودش یک امتیاز جدید تحصیل بکنه، بلکه صرفا باید در راستای این باشه که قرارداد به تعادل اولیه خودش برگرده. درست. و به حالت اول خودش برگرده. در واقع اون اصل no profit no loss principle، یعنی نباید ضرری داشته باشه برای یکی از طرفین، نباید منفعت خاصی داشته باشه، صرفا به اون حالت اول خودش برگرده. که خب با این توضیحی که من خدمتون عرض کردم، خیلی اتفاقاتی که خیلی از افراد این روزا عواقب کرونا رو میان فورس ماژور حساب میکنن، به نظر من با این توضیحات خیلی از اون اتفاقات در واقع دشواری عسر و حرج فورس ماژور نیست، چون طرف میتونه با هزینه بیشتر و سختی بیشتر تعهد خودش رو انجام بده. تصور بفرمایید یه نیروگاه برقی داره کار میکنه. بله. نیروگاه برق خب فعالیت قابل تعطیل شدن نیست که شما درش رو ببندین و بگین که الان کرونا آمده ما باید اینجا رو تعطیل بکنیم. درسته. ولی خب شخص متعهد قرار داد استناد بکنه به این که من به دلیل اینکه مثلا خوابگاه کارگران کوچیک بوده و نمیتونستم فاصله گذاری اجتماعی رو توش رعایت بکنم، نمیتونستم پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنم، تأخیر دارم توی اجرای تعهدم. تو این مورد ما اینو نمیتونیم به دلیل کووید 19 این تأخیرش رو فورس ماژور حساب بکنیم، چون میایم بهش میگیم که خب شما میتونستی با صرف هزینه بیشتر بیای بری برای به عنوان مثال این کارگرای پروژت محل استراحت خوابگاه‌های متعددی بگیری، تعداد کمتری کارگر رو در هر خوابگاه به گنجونی قرار بدی که این شرایط فاصله گذاری اجتماعی و سایر پروتکل‌های بهداشتی برقرار بشن و بتونی تعهد خودت رو انجام بدی. پس ما تو این شرایط اجازه نداره طرف مقابل که از طرف متعهد که از چتر حمایتی فورس ماژور که قانون ایجاد کرده استفاده بکنه و باید با هر مشقت و سختی و صرف هزینه‌ای که از تعهد خودش رو انجام بده و در واقع این اتفاق صرفا باعث دشوار شدن اجرای تعهدش میشه. عرض کردم اون تعادل اولیه قراردادش رو از بین میبره. یعنی اگر روز اول اجرای این تعهد آسون بوده، دوچار این سختی ها نبوده، امروز دوچار این سختی ها شده، باید از طریقی که ممکن هست، از هر طریق ممکن این تعهد رو اجرا بکنه. بسیار عالی. خب پس من یه با قول معروف یه جمع‌بندی کلی بکنم چون 3 دقیقه تا پایان برنامه. ما الان تمام قوانین، یعنی تمام که نیست، شاید یه مقدار کمی از قوانین رو مرور کردیم و البته من با حدودی به این نتیجه رسیدم که راه قانون گریزی برای بعضی از کارفرماها باز شده به واسطه داستان کووید 19 و اتفاقات اینچنینی که حالا میتونن زیر درایی بکنن از دادن حقوق کسانی که دارن باشون کار میکنن و افرادی که دارن باشون کار میکنن، که امیدواریم ما با توجه به جمعی شرایطی که الان شما فرمودین بتونیم بار دیگه شما رو تو برنامه داشته باشیم تا بیشتر بتونیم استفاده بکنیم. و البته قول دوم این که امیدواریم که به زودی این مقاله چاپ بشه و ما افتخار این رو داشته باشیم حتما توی رادیو برای دوستان بذاریم و اعلام بکنیم که از کجا میتونن بهش دسترسی داشته باشن و حتما به اطلاع دوستان برسونیم. در آخر هم صحبت با شما، منم یه 10 ثانیه زمان میخوام فقط برای خداحافظی، در خدمت شما هستیم. حتما، خواهش میکنم، اختیار دارین. خیلی ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بتونم این مطالب رو خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیزتون عرض کنم. امیدوارم که برای هر کسی که این لایو رو مشاهده کرده، حتی اگر به میزان خیلی کمی تونسته باشه، مؤثر باشه برای مشکلاتی که میدونیم همه مردم این روزا باش دست به گریبانن،
و آرزو میکنم انشالله این روزا بگذره با کمترین خسارت، با کمترین قربانی، با کمترین تلفات و همه انشالله شاهد روزای روشنتر و بهتری باشیم. سپاسگزار از شما، خیلی ممنون، امیدوارم اتفاقات خوب برای شما باشه و ما همینجا این قول رو از شما گرفتیم که بار دیگه بتونیم شما رو با افتخار تو برنامه خودمون داشته باشیم. البته امیدوارم که این مجال خیلی سریع پیش بیاد، ما بتونیم در خدمتتون باشیم. من یک بار دیگه سپاسگزارم از تمام دوستان، عزیزان بیننده و شنونده که تا این لحظه همراه ما بودن، از خانواده میلانی، سرکار خانم مریم میلانی، خانم تحمینه میلانی، سرکار خانم آزیتا میلانی و باقی دوستان و عزیزانی که از طرف سرکار خانم اسدی تشریف آوردن. وقت بخیر.